تطبیق در متن ماده 500 قانون تغییرات نشانگر وجود نوعی تکرار و استمرار در تبلیغات هستش. و نکته سوم در خصوص این جرم این است که این ماده تنها در مورد کسی اعمال میشه که مباشرت در فعالیت تبلیغی داشته باشه، وگرنه کسی که صرفاً در این کار مساعدت و معاونت میکنه از شمول این ماده خارج هستش و بر اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی به عنوان معاون در جرم تعزیری به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشه. و نکته آخر در خصوص این جرم، عدم محدودیت دامنه شمول ماده 500 قانون تعزیرات هست. بنا به تصریح ماده، هر نحو فعالیت تبلیغی از قبیل برگزاری تظاهرات، راه انداختن ایستگاه‌های رادیو و تلویزیونی در خارج و داخل کشور و غیره همگی تحت شمول این ماده قرار می‌گیرند. به نام خدا و سلام. با بخشی دیگر از فرادرس تحت عنوان جرم جاسوسی و جرائم وابسته به جرم جاسوسی در خدمت شما هستیم. یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت کشور جرم جاسوسی هستش که معمولاً یک جرم فراملی و در عین حال جرم سازمانیافته است، چون با ارتکاب این جرم اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی و نه ابزاری مثل ماهواره‌های اطلاعاتی که موضوع بحث ما نیستند، در اختیار کشور یا کشورهای دیگه قرار می‌گیرد. ساختاری رو که جاسوسی در اون تحقق پیدا میکنه رو به یک هرم تشبیه کردن. در این هرم کنترل و هدایت از رأس هرم نسبت به پایین انجام میگیره و برعکس اطلاعات از قاعده هرم به بالا داده میشه. بعد از بیان این مقدمه اکنون به بررسی جرم جاسوسی موضوع قانون تعزیرات و در ادامه این جرم به بررسی جرائم وابسته به جاسوسی در مواد مختلف قانون تعزیرات خواهیم پرداخت. عنصر قانونی جرم جاسوسی ماده 501 قانون تعزیرات هستش. مطابق با این ماده هر کس نقشه ها یا اسرار و یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عمدن در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به اونها را ندارن قرار بده و یا از مفاد اونها مطلع کنه به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشه به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد. عنصر مادی این جرم رفتار یا عمل ارائه نقشه ها، اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی و یا خارجی کشور به افراد فاقد صلاحیت هستش. و عنصر معنوی این جرم عمد در ارائه اطلاعات به اشخاص فاقد صلاحیت که همان سوء نیت عام هستش، که در این جرم ما نیازی به سوء نیت خاص نداریم. یعنی اینکه مرتکب با انجام این کار قصد ضربه زدن به